در بزرگترین گردهمای ایرانیان و حامیان مقاومت ایران بعد از ظهر شنبه 19 تیر 9 ژوئیه با نام هزار اشرف و ارتش آزادی و با شرکت بیش از 600 تن از قانونگذاران و شخصیت‌های سیاسی تراز اول از تمایلات مختلف سیاسی، مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر و رهبران دینی بیش از 80 کشور جهان و 25 برنده جایزه نوبل در پاریس برگزار شد. در این برنامه شماری از قانونگذاران ارشد و رؤسای کمیته ها و زیر کمیته های مجالس سنا و نمایندگان آمریکا با پیام های ویدئویی یا مکتوب حمایت خود را از مقاومت ایران و مجاهدان ساکن لیبرتی اعلام کردند. در این گردهمایی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران نیز درباره وضعیت رژیم ایران و شدت یافتن بحران ها و سرکوب سراسری در ایران سخنرانی کرد و گفت: هموطنان عزیز، امید ما این است که تاریخی داریم که پشتوانه دستیابی به آزادی را به وجود آورده است. امید ما این است که ملتی داریم که ظرفیت یک تغییر بزرگ را در خود ذخیره کرده است. و امید ما این است که جنبش سازمان یافته‌ای داریم که از رنج و مقاومت خود پلی به سوی آینده ساخته است و کسی هست که این امیدها را به پیروزی میرساند. پیشتازی برخواسته از رنج و درد مردم که پرچم نبرد با دو دیکتاتوری را در اهتزاز نگه داشته است. شب چراغ تاریکی های این مبارزه، حلقه وصل همه این امیدها، نقطه امید ملت ایران مسعود. کلام آخر همان کلمه اولی است که برای آن به پا خواستیم، یعنی مقاومت برای آزادی. این تعهد را البته ما آغاز نکردیم. ادامه تکاملی انقلاب مشروطه و نهضت دکتر مصدق و قیام سی تیر که در آستانه آن هستیم و همچنین پاسخ به آرزوهای به یغما رفته انقلاب بهمن است و امتداد سرخ فام 30 خرداد. آری، عصر تازه‌ای در ایران طلوع می کند و جامعه‌ای بر اساس دموکراسی، جدای دین و دولت و برابری زن و مرد شکوفا خواهد شد. برای این مقصد پرشکوه ما مقاومت را انتخاب کرده ایم. ما مقاومت را انتخاب کرده ایم در هر کجا و به هر شکلی که آرمان آزادی می طلبد. ما مقاومت را انتخاب کرده ایم تا هر زمان که ظلم و استبداد باقی است و به این انتخاب افتخار می کنیم. آری، ما به این انتخاب افتخار می‌کنیم. ما از پا نخواهیم نشست تا روزی که آزادی، دموکراسی و برابری همچون رودی خروشان از آذربایجان تا بلوچستان و از خراسان تا خوزستان جاری شود. ما از پا نخواهیم نشست تا روزی که همه ایرانیان با همه عقایدشان و با همه تفاوت‌هایشان دست در دست هم پرچم پیروزی را به اهتزاز درآورند. پرچم ایران آزاد و دموکراتیک. پیروز باشید.